برخی از کارشناسان مسائل سیاسی در کشور میگویند اقدام روز شنبه مجلس نمایندگان مبنی بر استیضاء و سلب اعتماد بسم الله محمدی وزیر داخله و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی کشور به دستور حامد کرزی رئیس جمهور و مقامهای امریکایی صورت گرفته است. این کارشناسان همچنان این فیصله مجلس را خلاف قانون اساسی دانسته میگویند نمایندگان مخالف ماده 64 قانون اساسی کشور عمل کرده اند. تصمیم از ولی شجرگه نبود. من فکر میکنم که بالاتر از ولی شجرگه تصمیم گرفته شده رئیس جمهور و بالاتر از اون امریکایی ها. ما باور نمیکنم که دو وزیر بسیار باصلاحیت و دو وزیر کلیدی کابینه افغانستان به این سادگی سر به صلاحیت شدند. و با توجه به سازش هایی که رئیس ولی شجرگه در گذشته با رئیس جمهور داشت و از اون اطاعت میکرد، اینطور یک کار رو بکنه خلاف میل رئیس جمهور. بنابراین چیزی که صورت گرفت، کاری که صورت گرفت، بخواست امریکایی ها و خواست رئیس جمهور بود که با مشوره با اینا یک کار صورت دادن و کاری هم که صورت گرفت با قانون اساسی و هیچ صورت همخوانی نداشت. با این حال برخی دیگر از کارشناسان در حالی که تصمیم مجلس نمایندگان را قانونی می دانند وزرای داخله و دفاع ملی را قربانی بازی های سیاسی رئیس جمهور عنوان می کنند. به باور آنان در صورتی که اراده برای تأمین امنیت و ثبات در کشور وجود نداشته باشد این جا به جایی ها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. اونچه که روز گذشته رخ داد تا حدود مطابق قانون بود و ما از او استقبال میکنیم، اما مشکل دهی است که سلب صلاحیت از دو مقام امنیتی به صورت بنیادی مشکل موجود حل نمیکنه. مشکل در فقدان پالیسی های روشن امنیتی، در نبود اراده قوی رهبری حکومت افغانستان برای مقابله با یک چنین تجاوزات و برخورد ها است. تا زمانی که دو نقطه یک تغییر و بازنگری صورت نگیره فکر نمیکنم این جابجایی ها مشکل موجود حل بکنه، بلکه شاید بدتر هم بسازه. بسم الله محمدی وزیر داخله و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی که روز شنبه در جلسه استیضاء مجلس حضور یافته بودند و دلیل آنکه پاسخهایشون مورد قناعت اعضای مجلس نبود با رأی عدم اعتماد مجلس روبرو و سلب صلاحیت شدند.